هم فرهناز اسپرد از لندن با ما همراه هست. فرهناز از تو بشنویم. بله، من مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی واقع در لندن هستم. همونطور که در پشت سر می‌بینید جمعیتی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی در اینجا جمع شدن و شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر میدن. اونها شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دادن و میگن مسئول اعدام این سه جوان در اصفهان شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هست. اونها ساعت هاست که پیشتر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی بودن، الان کنسولگری که دارن شعار میدن. از 3 بعد از ظهر تا الان که 6 بعد از ظهر به وقت محلی هست در اینجا هستن و شعار سر میدن و از دولت بریتانیا میخوان که مماشات با جمهوری اسلامی رو تمام کنه و سفارت جمهوری اسلامی رو تعطیل کنه و دیپلمات های ایرانی رو از اینجا دیپورت بکنه. در کنار من یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات هستند که میخوام باهاشون مصاحبه ای داشته باشم و از دلایل حضورشون در اینجا بپرسم. شما رو از ساعتی که این تظاهرات شروع شد در اینجا دارم میبینم، شمعی در دست دارید و بارها دیدم که عشق در چشمانتون جمع شد. بیشتر به ما بگید. ایران پر از فاجعه است، ولی فاجعه ای که دیشب اتفاق افتاد واقعا دردناک بود. 3 تا جوان بیگناه زیر شکنجه وادار کردن به اقرار کاری که نکرده بودن و اونا رو اعدام کردن. من دیشب تا صبح گریه کردم و تمام مدت الان اصلا زندگی ندارن دیگه، نه فقط اون 3 نفر. اینا روزی نیست که جوونی رو نکشن زیر شکنجه توی زندان، جسدش این بر اون بر تو خرابه ها میندازن، جسد این بچه های ما تو بیابونا پیدا میشه، تو رودخونه ها پیدا میشه. این حکومت حکومت قاسبه، یعنی بعد 1400 سال عربا دوباره اومدن ایران. تمام اونا که حاکم هستن از عراق اومدن، ایرانی نیستن، هیچ عرق ملی ندارن. ماها ایرانی هستیم، هیچ کشوری دشمنی نداریم. ما میخواییم رژیم بره، ما حکومت رو خودمون به دستمون بگیریم، یه حکومت مردمی. بعد 6 ماه مجلس مؤسسان تشکیل میشه، از گروه های بین المللی بیان صندوق های رای بذارن، انتخابات بشه. هر رژیمی که سر کار بیاد مورد قبول ما هست، چون ما میخواییم مملکت رو آزادن. متاسفانه وقتم به پایان رسید. بله، همونطور که ببینید در اینجا تجمع شگفته. میدونم که همزمان در تهران در اصفهان هم تجمعات شگفته. فرقی نمیکنه در کجا ایران، همه ایرانیان یک صدا خواهان محکوم کردن این احکام اعدام هستن. برمیگردم به شما. ممنونم از تو همکارم فرهناز اسپرد که از لندن با ما همراه بودید.